پاسدار قاسمی، سرچماغدار خامنه‌ای. اعتراف به استفاده از پوشش هلال احمر برای فعالیت‌های تروریستی در قلب اروپا و ارتباط پاسداران با القاعده. شما اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری بود. الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدونند اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته. این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی بودید. نه دیگه، همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا، مدارک اون اینا رو نوشتن، چندین کتاب تا حالا در اومده اینها. و خود این خانم این هم ولایتیمون، خانم این تو فتنه 88 خبرنگار خانم کریستیان، که همه دولت مردان ما دوست دارن آقای احمدی نژاد دوستشون، با ایشون صحبت کنه. آقای روحانی مثلا، ایشون خواهرخواندگی احتمالاً مثلا با این دولت مردان ما دارنده اینها. مثلا یکی از مسئولین که اونجا مثلا موظف بود اطلاعات رو لو بده، این بیشرف جاسوس سی ان ان و بی بی سی کریستیان بود که اونجا. ولی واقعیتش اینه که در بوسنی تو بر قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان، گردان فلان، اینها، گردان همسه سید و شهدا، گردان فلان. و عرضم به حضور شما که همون استیل رو بودن، اونها هم اومدن اونجا، مجاهدین از سر تا سر دنیا، اونایی که میتونستن آزاده ها، اومدن اونجا. یه اتفاق جدیدی رقم خورد، تشکیل یگانهای جهادی مسلمان در مقابل این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی بوسنی، توی سوریه اتفاق افتاد. تو بوسنی قبلش اتفاق افتاد، یعنی هر کس که ترک بود، بچه های حزب اللهی بودن که ارادت به امام داشتن، نه ترکیه اومدن، اونی که تو فرانسه بود اومد، آلمان بود اومد، اون توی تونسیه پاشد اومد، نمیدونم. یه اتفاق عجیب، یعنی نهضت بسیجی جهان اسلام، چیزی که آرزوی حضرت روح الله بود. تو بم من یه صبح تا شب اینها با یه تیم 9000 تا جنازه چال کردم، کسی نگفت خرد به چند من. یعنی یه خط تولید درست کردیم، کانال، و جنازه هایی که همینجوری جمع شده بود روی هم دیگه، یه خط شکلاتی که کفن رو نواری کرده بودیم اینا، و این جنازه ها رو تو فاصله هر 4 متر از کفن، کفن رو ببر و برای هر 100 نفر یک روحانی نماز میت میخوند، و بعد اینها رو توی کانال میگذاشتیم و کانالی دفن کردیم. بم 20,000 نفری 12,000 نفر تلفات داد، اشتباه نکرده باشم رقمش اینه، 9000 نفرش تو یه روز فقط. تو ذهن من بیشتر، البته سر دفعه میکنم بیشتر از 12,000 تا بود، ولی حالا منم مطمئن نیستم، باید رجوع کرد به آمار.